تبلیغ کردیم و شما از سر تا سر جهان اومدید، هفت فیلمش هست، با هم صحبت هم کردیم، هم گفتن آقا تو گفتی توی تلویزیون چیز، ما فهمیدیم اومدیم و بعد اصلا جو فرق کرد. یه کار مهمی که من اونجا کردم، اون کار خیلی مهم بود، اینو من درس خوندم، من یکی از درسام همین که ارتباطات عمومی خوندم، درس دیگه هم خوندیم، این هست که شما وقتی که با کسی عکس میگیری، او با تو یه عکس وقتی که داره انظر روانی، خصوصا اگه شرقی باشه، ببینش اگه شرقی باشه ایرانی باشه، یا عکس که با تو بگیره، اگه تا دیروز با تو دشمنم بوده، چون تو آدم مشهور و مهمی هستی، او عکس میزنه بالا سردرش برای که خودش افتخار بده، دیگه دشمنی رو میذاره کنار. فهمیدی چی شد؟ من با علم به این قضیه، با علم به این قضیه، وقتی که اون هزاران نفر اومده بودن برای بیش از هزار نفر لیلا در قبرستان پاسی، فیلم برداری دو تا کامرا هم مال من بود اونجا انجام شد، آخرش وسطش که اومدن یه کاری کردن که رضا پهلوی فرار کنه، یا کسی اومد آقای رضا جان بمیرم برات فلان، از نظر امنیتی دیدن وای خطرناک شد، ایشون رفت. ولی شعبانی که همیشه تو میدون وای میسته و شجاعتش رو قابل تحسین و اینا، شما وقتی واسه آخرش من از ایشون خواهش کردم، گفتم شما این کلو در وایسید با همه دست بدید خداحافظی کنید، با همه دست بدید اینا که اومدن، این همه رو اومدن، شما یه محبت جوری بکن. آقای کار که شد، خود ما هم فیلمی که گرفتیم هنوزم هست، شما میتونید ببینید اون فیلمو که وقتی یارو میبینه بعد عکس‌ها رو ازش در آوردن، آقا دیگه فامیلای اونم که مخالف بودن موافق شد. برای همین که شما ببین اسماعیل خویی یا شخصیت بزرگ دیگه، همه کمونیست پومونیستا اینا، همه اینا مهمه، تبلیغات خیلی مهمه، تبلیغات، توییت هایی که به شما میزنن مخای همه شما رو عوض میکنه خیلی مهمه. حالا شما سعی که بوزیم آقا زینب باید. بعد کار دیگه در پی این انجام شد، خب شاهزاده علیرضا هم کشتن، باز بحث شد اینا، و به ویژه موضع‌گیری شعبانو نسبت به دیگران متفاوت بود، به ویژه به رسمیت شناختن فرزند ایشون رو و پرنسس را هادیده ور، کار بسیار شایسته و قشنگی بود که شعبانو انجام داد. یه کار دیگه همین تلویزیونی بود که شعبانو، گرنه قبلا توده‌ای ها، چپا، کمونیست ها، مارکسیست ها، مگه ما میتونستیم حرف بزنیم؟ آقا من اگر دفاع از محمد رضا شاه حرفی میزدم، اون رفقای دوربر بعضی وقتا میخواستن کلی تو رو بکنن، خیلی به جو خراب بود، نسل جوان اینا رو نمیدونه. حالا اردشیر زاهدی یکی از شخصیتایی بود که آقا از همون ابتدای جوانیش به محمد رضا شاه پایبند بود و پایداری میکرد در برابرش و دفاع میکرد ازش و رفیقش بود. محمد رضا شاه یه رفیق داشت تو زندگیش، یک رفیق، اردشیر زاهدی، هیچ کس دیگه رفیقش نبود تا آخرین لحظه زندگیش هم باش بود. بعد اردشیر نقش مهمی داشت که آمریکا رو نزدیک کرد به شاه، مثل نیکسون و کیسینجر و اینا رو، چون اونجا سفیر بود، خیلی فعالیت های جهانیش خوب بود که ایران رو هم برد به درجه بالا. حالا ایشون اومده بود یه موضع گیری که کرده بود در مورد دفاع از بچه های جنگ، من هم همونی میکنم، من هم بچه های جنگ رو همیشه ازشون دفاع کردم، دستشون هم میبوسم، اگه اونا نبودن که صدام حسین ما رو خورده بودن، که بچه های جنگ بچه های شاه هن. کسایی که سال 60 دو سال بعد انقلاب سیاه رفتن جنگ، دو ساله که نبودن، 5 ساله هم نبودن، 7 ساله هم نبودن، 10 ساله هم نبودن، اگه از 13 سالگی رفتن بچه های شاه بودن تا به بالا، از ایران دفاع کردن، ایران نجات دادن. اردشیر دفاع کرد، دمش کرد. اردشیر زاهدی شخصیتی برجسته بود، جدا از این که خب پرنسس شاه دخت شهناز عزیزم همسر ایشون هست، بعدا به خاطر اختلافاتی که پیش میاد اصلا جدا میشن. اینا من بگم اینجا، چون در مورد دیگر گفتم بگم، چون من آدم ها رو میشناسم. اردشیر خیلی آدم با شخصیتی بود. بعد آقا تو با هر چی زن عکس بگیری، خود من چون این تجربه رو داشتم، وقتی عکس، حالا یا من عکس میگیرم یا اونم میخواد عکس میگیرن دیگه، خب عکس... تو با هر زنی که عکس بگیری حسودا، آقا با این زن خوابیده، هر کی عکس گرفت میگن باهاش خوابید. اینجوری هم نبود، اینا چرت بچه‌ها، باز همون توییت، همون تبلیغاتی که اول گفتم که ذهن شما رو روشن کنم. آقای اردشیر زاهدی شخصیتی فرای مسائل بود، با دنیا ارتباط برقرار میکرد، با همه خوشو بش، منم همینجورم،
من با همه خوشبش میکنم و احوال پرسی میکنم فلان میکنم به همه کمک میکنم کردم میکنم اینا، ولی دلیل نشد که ما یه خانم 10 تا خانم 100 تا خانم عکس گرفتیم، این مثل اینکه میگن آقای خواننده بچه آخری شبه سیاوش اوستاست. زنگ زدم گفتم حتی از شما شکایت میکنم چه حرفی دارین میزنید، گفتم تو هر کجای دنیا باشم پدر سوخته تو خواننده مانده حساب کتاب داری به من چرا من میکنی بیشور مریضن دیگه یک سری افکار. حالا اردشیر زاهدی به حال شهناز خانم طلاق میگیرن بعد بعدن زندگی خودشون میکنن ولی به شاه وفادار میمونه. مهناز عزیزم دختر ایشون هست، دختر بسیار با شخصیتی، خواهر ایشون خانم هما، همای عزیز